ای فدای تو هم دل و هم جان و ای نصار تو هم این و هم آن دل فدای تو چون توی دلبر جان نصار تو چون توی جانان دل رهاندن ز دست تو مشکل جان فشاندن و پای تو آسان راه وصل تو راه پر آسیب درد عشق تو درد به درمان بندگانیم جان و دل بر کف چشم بر حکم و گوش بر فرمان عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف نهم مفتخریم که یک بار دیگر از برنامه مکتب خادی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما خوبان دری زبان هستیم عزیزان جان به جلسه 23 رسیدیم عنوان درس امروز ما رسانه های تصویری است در حوزه بخش دوم قواعد دستوری میپردازیم به یک نوع جمله جدیدی تحت عنوان جمله مقید کانال ارتباطی ما را در فضای مجازی دنبال بکنید نمبر ارتباطی ما را فراموش نکنید 2964 780 255 4013 آماده دریافت نظرات شما خوبان دری زبان است عزیزان جان به جلسه نو خوش آمدید نروید جایی برمیگرد کار خانگی جلسه قبل سوالی که برای شما داده بودیم در جلسه قبل شاگرد عزیز گفته بودیم که جمله آزاد را تعریف کنید و برای ما مثال بزنید ابتدا جمله را گفتیم که جمله در واقع ای از کلمات است که به طور کاملا معناداری در کنار یکدیگر قرار میگیرند یک مفهومی یک پیامی را میخوان به یک مخاطبی انتقال بکنند بدهن انواع مختلفی دارند جمله ها را برای شما بیان کردیم جمله بسیطه را گفتیم معترضه را گفتیم جمله در واقع جلسه قبل را برای شما گفتیم که تحت عنوان جمله آزاد بود یک بار دیگر جمله آزاد را میخواییم با هم مرور کنیم میگویم جمله آزاد در تعریف جمله آزاد چی می آید؟ میگویم جمله آزاد در واقع جمله ای است که دارای دو ویژگی است دو ویژگی اصلی جمله آزاد میگویم یک متعلق به زمان خاصی نباشد چه زمانهایی داشتیم دوستان سه زمان داشتیم زمان مازی زمان حال زمان آینده جمله آزاد جمله است که متعلق به هیچ کدام از این زمان ها نیست و در واقع محدود به هیچ کدام از این زمان ها هم نمی شود این ویژگی اول بود ویژگی دوم به هیچ جمله دیگری نیز وابسته نباشد پس مانند جمله مرکب نیست چرا دوستان در جلسه قبل براتون گفتیم جمله مرکب رو یا جمله بود که همسد بود یا پایه و پیرو بود درسته یعنی جمله ای که پایه و پیرو بود جمله شرطی نیست نام نهاده شد برایش گفتیم جمله ای که در واقع یک قسمتش وابسته به قسمت دیگری باشد در حالی که جمله آزاد مانند جمله مرکب نیست فرق میکند به هیچ جزی از جمله نیاز ندارد به طور مثال میخوایم یک جمله آزاد مثال بزنیم مثال بزنیم میگیم مثال دو مثال بزن برای شما یک حقوق بشر باید رعایت شود جمله اول ما حقوق بشر باید رایج شود این جمله یک جمله آزاد است چرا چون دو ویژگی که گفتیم برای این جمله دیدیمشد ویژگی اول متعلق به زمان خاص نباشه گفتیم سه زمان داریم زمان‌های خاص ما در حوزه چی بود ماضی مضارع آینده یا به طور کلی گذشته حال آینده گذشته حال آینده در واقع سه زمانی بود که برای یک جمله دیدم شد میگوییم که چی میگوییم که در واقع جمله آزاد محدود به این نیست گوییم که حقوق بشر باید در گذشته فقط رعایت بشود یا حقوق بشر فقط باید در زمان حال باید رعایت شود یا حقوق بشر اصلا مال زمان گذشته و حال نیست باید در زمانهای آینده برای های آینده باید رعایت شود چنین چیزی نیست حقوق بشر باید در تمامی دوره ها در تمامی, تمامی اصال همواره بین همه مردم فارغ از رنگ نژاد، ملیت، مذهب، دین، هر چیزی که در واقع اختلافاتی که بین مردم هست باید برای همه به طور یکسان رایت شود نکته بعدی به هیچ جمله دیگری نیاز ندارد، وابسته نیست خب حقوق بشر باید رعایت شود این جمله یک جمله کامل است یک معنای کامل و مستقل را میرساند پس نیاز به جزء دیگری ندارد نیاز به جمله دیگری ندارد تا معنای خود را کامل پیدا کند کامل کند چنین جمله ای پس میشود یک جمله آزاد یک جمله دیگر میزنیم مثال جمله دیگر اگه بزنیم چی میشود میگویم به پدر و مادر خود احترام بگذارید یکی از جملات بسیار زیبا و پسندیده ای که در واقع یک از دستورات دین مبین اسلام ما هم می باشد به با پدر و مادر خود احترام بگذارید شامل تمامی دوره ها می شود شامل همه افراد می شود شامل همه نسل ها می شود شامل همه مذاهب می شود شامل همه انسان ها می شود که باید به پدر و مادر خود احترام بگذارم. و این جمله یک جمله است که معنای کامل دارد و نیاز به جزء دیگری جمله دیگری برای تکمیل معنای خود ندارد خب شاگردای عزیز و محترم وارد درس جدید شویم درس 23 امروز ما عنوان درس امروز ما دوستان رسانه های تصویری است میخوایم در مورد یکی از مبتکرات یکی از مهمترین در واقع اختراعات قرنهای جدید بحث بکنیم چیزی که در واقع به عنوان شاید بگوییم که بزرگترین اختراع بشر در دوره جدید از اون میشود یاد کرد رسانه های تصویری یکی از اجزای اساسی جوامع بشری است وقتی ما میگویم رسانه های تصویری اشکال و قالب های مختلف و متعدد و متنوع دارد از تلویزیون گرفته از سینما گرفته از فضای مجازی از ماهواره و اشکال مختلف و متنوعی که می توانیم امروزه مشاهده بکنیم به طوری که گفتن زندگی بدون رسانه های تصویری قابل تصور نیست چه برسد قابل زندگی کردن یعنی امروزه اگر از شما رسانه های تصویری را بگیرند چه می شد؟ اگر شما گوشی موبایل دستتان است با دوستتان تصویری صحبت میکنید تصور کنید که به مدت یک هفته من شود از این کار برای شما شما نتوانید دیگر تصویری صحبت کنید یک هفته تلویزیون نگاه نکنید یک هفته به سینما نروید یک هفته از فضای مجازی از اینستاگرام یوتیوب استفاده نکنید یک هفته ماهواره رو کلا خاموش کنید چه اتفاق میافتد امکان پذیر هست امکان پذیر نیست پس نشان میداد که رسانه ها یکی از اجزای اساسی جامعه است به طوری که همان طور که برخی گفتن همان طور که غذا خوردن نیاز ضروری انسان است آب خوردن نیاز ضروری انسان است استفاده از رسانه های در واقع تصویری یک ضرورت امروزی است که باید برای همه نسل ها برای همه نوع انسان در واقع ای در دسترس باشد ای امکانات رسانه های تماشاگران فراوانی دارند رسانه های بسیار بسیار مخاطب دارند به طور که شما میبینید در قدیم شکل در واقع ابتدایی رسانه های تاثیری بود مانند تلویزیون و سینما بود که بسیار از مخاطبان را جذب میکرد شکل نوین شکل جدید رسانه های تاثیری فضاهای مجازی است در واقع وقتی شما اپلیکیشن ها در واقع این نمادهای ابزارهایی که در فضای مجازی وجود دارد و از طریق او تصاویر و فیلم ها و کلیم های متعدد و متنوع را تماشا میکنید وقتی اینها را میبینید باعث جذب بسیار بسیار مخاطبان بالایی در حوزه فضای مجازی میشد به طوری که میلیاردها آدم از این فضاها از این رسانه ها استفاده میکنند رسانه های تصویری شامل تلویزیون و سینما است اگرچه کتاب شما تلویزیون و سینما را به عنوان رسانه های تصویری مثال زده ولی میبینیم که شکل جدیدتر شکل قالبتر رسانه های تصویری امروزه تغییر شکل پیدا کرده پیچیده تر ارتقا یافته‌تر و شکل جدیدتری به خود گرفته گفتیم بحث فضای مجازی و اپلیکیشن ها و در واقع او موارد کاربردی سطح تکنولوژی که در حوزه های مختلف اون چیزهایی او موادی که شما نیاز دارید را برای شما در دسترس آماده میکند همه رسانه های تصویری داره های جنبه های مثبت و منفی یکی از کارکردها و در نتیجه یکی از پیامت های رسانه های تصویری میتواند این گونه باشد که رسانه های تصویری هم میتواند مفید باشد هم مضر باشد پیامدهای مثبت دارد پیامدهای منفی هم بالای انسان میگذارد که در این درس میخواهیم در مورد پیامدهای رسانه های با هم گفتگو کنیم خب در ابتدا دوستان فواید یا اثرات مثبت رسانه های تصویر را با هم بررسی میکنیم کتاب شما موارد را آورده دوستان با هم دیگر مرور میکنیم در ابتدا میگوید که اولین فایده رسانه های تصویری است که بزرگترین منبع گزارش خبر هستند بسیاری از رویدادها، ها که در نقاط مختلف دنیا اتفاق می افتد. روی میدهد در کسری از ثانیه توسط رسانه های به تصویر کشیده می شود و بسیار از آدم ها در نقاط بسیار دور دست در روستاها ها در دهها، در قریه که از او واقع از او روی داد فاصله زمانی و مکانی بسیار بالایی دارد می تواند در کسری از زمان در کمترین زمان نسبت به او روی داد آشنا شوند و آگاهی پیدا کنند بسیاری از اخبارهایی که در حوزه های اقتصاد در حوزه سیاست در حوزه جنگ در حوزه صلح در حوزه این، در حوزه تفریح در حوزه سرگرمی در حوزه های مختلف و و و اتفاق میافتد، از طریق رسانه های تصویری به تصویر کشیده می شود و خبرش به افراد مختلف منتقل می شود. اثر دوم اثر مثبت دوم دوستان چیه فراگیری علوم از طریق تجربه و آزمایش است اگر شما میگوییم علم علم نقطه آغازینش چی بوده دوستان آزمایش و تجربه بوده و همین آزمایشات و تجربیات باعث شکلگیری قوانین علمی شده امروزه بسیاری از شبکه های خبری از طریق فضای مجازی از طریق تلویزیون از طریق در واقع گونه های مختلف رسانه ها می توانیم شما در دسترس پیدا کنید بسیاری از وقایع علمی را بسیاری از آزمایشات را شما می بینید یک آزمایش در یک نقطه انجام می شود و اثر او را بالای علم میبینید بینید و از او آزمایشو در واقع از او علم یک چیزی یاد میگیرید یادگیری علمی در نتیجه رسانه های تاثیری بسیار میتواند حجم گسترده و حجم بسیار بزرگی را شامل شود آموزش آشپزی خیاطی نظافت و غیره برای زنان بسیاری از یادگیری هایی که برای حوزه زنان اتفاق میافتد از طریق رسانه های است رسانه‌های های تصویری میتواند نحوه دستپخت نوع قضا، نوع خوراک نوع پوشاک نوع دخت و دوز را برای زنان آموزش داد و زنان میتواند با برنامه های مختلف و متنوعی که از طریق رسانه های تصویری پخش می شود برنامه مورد نظر برنامه مورد علاقه خود را انتخاب کند و متناسب با او یادگیری حاصل را به دست آورد مورد بعدی دوستان جلوگیری از حوادث ناگوار با پخش اخبار ناگوار است بسیاری از رویدادها بسیاری از اتفاقات ناگواری که در سطح جهان اتفاق میافتد افراد میتوانند از طریق دیدن او واقع ناگوار از تکرار مجدد او برای خود خانواده دوستان فامیل همشهری یا همه همه هم ولایتی جلوگیری کند ممکن است یک تصادفی در نتیجه برخورد محترها با یکدیگر در یک نقطه اتفاق بیفتد پس این باعث می شود که یک زنگ هشداری برای شما باشد تا از این نو تصادف از این نو در واقع اتفاقات ناگوار جلوگیری کنید و از اون واقع درس عبرت بگیرید سرگرم کردن اعضای خانواده یکی از مهمترین کارکردها یکی از مهمترین ویژگی های رسانه های تصویری سرگرمی است میدانی که سرگرمی و تفریح یکی از نیازهای روحی و روانی ما انسان هاست که میتواند از طریق رسانه های تصویری ای امر تمین شود رسانه های تصویری از طریق پخش سریال، از طریق پخش فوتبال، از طریق برنامه های علمی از طریق پخش برنامه های آشپزی، نظافت، از طریق پخش آگاه های، آگاهی های بازرگانی میتواند به ما کمک کند که بخش مورد نظر خود را که موجب راحتی و فراغ بال و آرامش ما می شود انتخاب کنیم و از دیدن او برنامه لذت ببریم و سرگرم شویم خب مورد بعدی دوستان مذرات رسانه های تصویری است ما معایب و در واقع کارکردهای منفی و مزرات و اشکالات از اول. موارد بعدی دوستان مزرات رسانه های تصویری است. در اسلاید قبلی در مورد فواید و کارکردهای مثبت رسانه های تصویری برای شما بیان کردیم، گفتیم حال میایم چیکار میکنیم دوستان؟ مذرات و نکات منفی که رسانه های تصویری میتواند بالای نهادهای مختلف خانواده دوستان، همکاران، جامعه، نهادهای فرنگی، اقتصادی، اجتماعی و اشکال مختلف نهادهایی که در داخل یک جامعه میتواند مشاهده شود را با هم بررسی بکنیم اولین اثر منفی و دوستان اطلاف وقت زیاد و عقب ماندگی در کار و درس است اگرچه گفتیم که یکی از ویژگی های مثبت رسانه های تصویری ایست که ما را سرگرم میکند ولی گاهی وقت‌ها مدت زمان سرگرمی برای ما بسیار طولانی میشود و این امر باعث میشود از کارهای مهم و ضروری خود عقب بمانیم به طور مثال برای شمایی که شاگرد یک مکتب هستید او چیزی که از شما خواسته میشود و از شما انتظار میرود به عنوان یک شاگرد مکتب است که کار خود را که کار شما در واقع درس خواندن شماست تلاش و سعی کردن شما در حوزه مکتب است کار شما به عنوان درس خواندن را حتما در واقع انجام بدهید به طور احسن به نحو احسن انجام دهید که او کار عقب نماند دیر نشود یا تاخیر در او کار نیفتد ولی متاسفانه وقتی که شما سرگرم رسانه های تصویری میشید سرگرم فضای مجازی میشوید به طور کلی نه عقب نماند بلکه فراموش میشید که شما در چه جایگاهی هستید و از شما چه انتظاری به عنوان شاگرد مکتب میرود مورد بعدی دوستان که کمی کلانتر از فضا رو کمی کلانتر میبریم فاسد شدن اخلاق افراد جامعه است میدانیم که یکی از ویژگی های رسانه های است که برنامه های بسیار متنوع برای اخشار، برای سنین، برای جنس های بسیار مختلف ایجاد بکند گاهی وقتا شما ممکن است که یک برنامه درام، یک فیلم عاشقانه ببینید و او اثری برای شما بگذارد که این اثر میتواند یک اثر سوء بر او فرد در جامعه باشد یا ممکن است شما یک فیلم رزمی ببینید فیلم هایی که مربوط به شخصیت های رزمی مانند بروسلی، جکی جان، ای افراد و ای اشخاص است شما او را میبینید و به شدت تحت تاثیر او فرد قرار میگیرید و وقتی وارد جامعه میشید سعی میکنید همون رفتار را نسبت به دیگران انجام بدهید و این نوع فساد در داخل جامعه است پس برنامه همان گونه که در رسانه می کارا باشد، میتواند مثبت باشد می سازنده باشد میتواند تواند مضر و فاسد کننده و فساد آور در جامعه هم باشد نکته بعدی دوستان چیست؟ ترویج استعمال مواد دخانیات یا در واقع دوزی و لاعبالیگری است گاهی وقتا بسیاری از افرادی که دوز میشوند دوز زاییده نمیشوند یک نکته بسیار مهم است انسان دوز دوز به دنیا نمی آید بلکه دوزی را یاد میگیرد حال یادگیری دوزی میتواند از کانال های مختلف باشد گاهی از ناحیه دوستان باشد گاهی از ناحیه بستگان باشد گاهی از شدت فقر و در واقع مشکلات اقتصادی باشد گاهی میتواند در نتیجه ای چی باشد یادگیری باشد که از رسانه ها امکان پذیر می شود به طوری که یک خانومی رو در مغرب زمین گفته بودن دستگیر کرده بودن یا خانم مسنی را دستگیر کرده بودن و از ایشان سوال کردن که چرا شما دوزی میکنید نزدیک 15 مورد سرقت و دوزی از ایشان ثبت شده بود گفته بود تنها و تنها به خاطر سرگرمی وقتی که یک فیلم سینمایی مربوط به دوزی را از بانک سرقت از بانک را میدیم به شدت مشغوف میشدیم و هیجان انگیز بود برای ما این کار پس در نتیجه دست به سرقت میزدیم و از نفس ای کار لذت میبردم نه از پولی که در نتیجه ای کار نصیبم میشد و این کاری که ایشان انجام میداد در نتیجه دیدن یک برنامه یک سریال یک فیلم سینمایی از رسانه های تصویری بود خشونت و بدرفتاری خانوادگی گاهی وقتها فیلم درام فیلم که شما نگاه میکنید نوع رفتار افراد در داخل فیلم با یکدیگر اعضای خانواده با یکدیگر این میتواند یک نقش مشوق باشد یک نقش باشد که شما از او الگو بگیرید در جامعه یک پدر مادر با فرزند خود یک فرزند متقابل با پدر مادر خود با پدر کلان مادر کلان با اعضای فامیل با ها با دوستا هم یا با هم های خود ممکن است این رفتار خسمانه و خشونت آمیز را انجام دهد تأثیری که رسانه های جمعی در واقع و رسانه های تاثیر بالای انسان بگذارد در قدیم اگرچه دولت ها نظارت کامل و تمام بر رسانه های داشت و موجب میشد که هر برنامه ای پخش نشود ولی متاسفانه امروزه ماهواره ها رسانه های جمعی فضای مجازی موجب افزایش خشونت بین افراد شده برنامه های مختلف و متنوع متناسب با سلیقه و نیاز جوان در سنین بلوغ را پخش میکند و در واقع این جوان را جهت میدهد و جوان را به سمت خشونت به سمت رفتار پرخاشگرانه ثبق میدهد و این میتواند آثار بسیار بسیار مخربی در سطح خود در داخل خانواده و در سطح کلان در کل جامعه داشته باشد خب دوستان و شاگردای عزیز وارد بخش دوم شویم قواعد دستوری در حوزه قواعد دستوری آشنای امروز ما با یک نوع جمله جدید است تحت عنوان جمله مقید در تعریف جمله مقید آمده است جمله است که قید زمان مکان یا حالت یا غیره را داشته باشد پس جمله مقید از نامش پیداست جمله مقید جمله است که دارای قید باشد حال قید می تواند زمان باشد مکان باشد حالت باشد می تواند گونه های مختلف قید را به خود بگیرد مثال می دیروز در خانه ما عروسی بود دیروز در خانه ما عروسی بود این جمله جمله چیه دوستان یک جمله مقید است چرا چون در داخل جمله قید داریم قید چی قید زمان زمانش کی است دیروز دیروز در داخل خانه ما عروسی بود پس این دیروز می شود در واقع قید و جمله میشه جمله مقید جمله بعدی رو مثال میزنیم میگوید فریدون شادمان از مکتب به خانه آمد خب فریدون شکلش چگونه است حالتش چگونه است وقتی که از مکتب به سمت خانه می آید شادمان است خوشحال است شادمان میشود قید چه نوع قیدی؟ قید حالت است قید چی؟ ویژگی های حالت در واقع فریدون در قالب کلمه شادمان بیان شده شادمان قید است و جمله هم میشه جمله مقید پس جمله مقید جمله است که دارای قید باشد میتواند جمله قیدی ما جمله قیدی ما حتما نباید مختص یک نوع خاص قید باشد بلکه میتواند قید زمان باشد مکان باشد حالت باشد مختص باشد و ویژگی های مختلف قید میتواند در این جمله بروز و ظهور کند خب کار خانگی جلسه آینده شما شاگرد عزیز ایست است که جمله مقید را تعریف کنید و برای ما مثال بزنید خب شاگرده عزیز سنف نهم خسته نباشید مانده نباشید درس امروز ما تحت عنوان رسانه های تصویری خاصه سینما تلویزیون و فضای مجازی در همین لحظه به پایان رسید خوش شدیم که امروز با شما بودیم دوستان شاگردای عزیز امیدوارم که درس امروز برای شما یک درس کاربردی باشه چیزی جدیدی به علم شما امروز افزوده شده باشه و از مطالب امروز ما کمال استفاده را برده باشید عزیزان جان تا جلسه بعد و دیدار دیگر شما رو به الله پاک میسپارم خداوند یار و, و نگهدارت